همه چیز در حرکته، چه زمین و چه زمان، چه مبدأ و چه مقصد، چه خشکی و چه دریا، همه چیز در سفره، چه افق و چه جاده، چه ابر و چه باد، چه آسمون و چه خاک. با حرکتی که زندگی در جهان آغاز میشه، با سفری که همه چیز سبز میشه و بالنده میشه، من اینجام تا قصه آدمهایی رو تعریف کنم که مثل جهان هم خودشون اهل حرکتن و هم دیگران رو به حرکت وامی دارن. من اینجام تا یه قاب نو بسازم از آدمهایی که علیه زندگی مردابی شورش کردن، که فلسفه زندگیشون رو از رودخونه ها وام گرفتن. من اینجام تا شما رو دعوت کنم به تماشای آدمهایی که اهل همتن، یا به قول ما اهل بزرگ راه همتن. اولین باری که سوار دوچرخه شدم رو خوب یادمه. از ترس تمسخر بچه های کوچه، ظهر تابستون بابا رو مجبور کرده بودم تا به هم دوچرخه سواری یاد بده. کوچه خلوت خلوت بود. بابا کمکم کرد بشینم روی زین و بعد همین طور که کمرم رو سفت چسبیده بود به هم گفت پدال بزن. آروم آروم راه افتادم، اما هرچی جلوتر می رفتم احساس می کردم انگشت های بابا داره یکی یکی از روی کمرم کم می شه. باد شروع کرد به پیچیدن لای موهام. حالا بابا ته کوچه بود و من با آدرنالین چسبیده به سقف داشتم ازش دورتر و دورتر می شدم. چه کیفی می داد. قصه اما به همین خوبی و خوشی تموم نشد. یکم جلوتر فرمون از دستم در رفت و پخش زمین شدم. بابا که اومد بالا سرم با دلخوری گفتم شما مثلا قرار بود منو ول نکنی. بابا اما با همون آرامش همیشگیش چیزی گفت که هنوز یادم مونده. گفت اگه ولت نمی کردم اون چند ثانیه آخر اونقدر بهت کیف نمی داد. حالا که دارم میرم بیبی ماهو ببینم جمله اون روز بابا رو بهتر می فهمم. گاهی اوقات برای اینکه به یه آدم کیف روی پای خودش ایستادن رو بچشونی باید کمی عقبتر بیستی. گاهی اوقات بزرگترین کمکی که به آدم ها میتونی بکنی اینه که باورشون داشته باشی. یالا سلام علیکم. عرض ادب. خوش آمدی بیبی ما. خوبی؟ بیبی قصه ما. خوبی؟ سلامتی؟ ما خیلی راه اومدیم که بیبی ما رو ببینیم. با این موتور از کجا رو افتادی تا کجا؟ اینقدر که همه میگن بیبی ما، همچی ما دیدنی نبودیم. بیبی ما اختیار داری زنده باشی. یه از اسمتون مشخصه که دیدنی نیستیم. نه اختیار داری زنده باشی. تو دفتر بریم. بفهم خواهش شما بفهم من بلد نیستم. الهی از غم و درد جدایی به درگاهت آمدم بر آشنایی. الهی من بدم اما تو خوبی، یقین دانم که ستار و لیوبی. الهی هر چه هستم هر که هستم، الهی بنده ای ناچیز و پستم. یا رب به رسول ثقلین، به احیا کننده بدر و حنین. عصیان مرا دو نیم مکن بر حرسات، نیمی به حسن ببخشو نیمی به حسین. سامیار کجاست؟ گوشی بهش میدی؟ مادر مادر سامیار لباس چی؟ لباس گولیلی. ماما من که نمیفهمم چی میگی. هالک. هالک؟ هالک؟ آره هالک. هالک چیه؟ سبزه. آه لباس سبزا؟ خب اسمشا برام پیامک کن. هالک باش برام پیامک کن. چقدر میشه؟ یه تومن نشه. به من گفتن خانم بهرامزاده در فولاد شهر اصفهان یک کانونی دارن به نام میثاق و اونجا کلی فعالیت میکنن که یه جورایی کاروبار مردم رو راهبری میکنن، مدیریت میکنن. من گفتم چی بهتر از این نیست که بیام بشینم پای حرفای شما و اومدم که بشنوم. از اولش بگید، از خودتون اصلا بگید، من یکم بیشتر شما بشناسم. کار خودم ها
از حدود 14 سالگی شروع کردم در چند زمینه فرهنگی، اجتماعی، خیریه‌ای و کارآفرینی. گفتید بچه کجایی؟ نه. میگید؟ میگم آره. من اصالتاً بختیاری هستم. بح بح. افتخار میکنم. بح بح. از سادات سید ساله ایزه هستم و جد بسیار بسیار بزرگواری داریم. چهارمحال بختیاری، بخش ناقان، روستای باصفای باجگیرانه. بح بح. و زمانی که ما وارد زندگی شدیم زمان بوبوهه جنگ بود. ما از پشت جبهه شروع کردیم، پوتی نخ می کردیم، لباس بسته بندی می کردیم، نون تیری می پختیم. با یه عده ای از خانما بودیم، واقعا کار زیبایی بود و انرژی بخش بود، کار باصفایی بود. یادم هست یه خاطره بگم، ما وقتی لباس ها رو بسته بندی می کردیم به نیت پنجتن پنجت شکلات بفرمایید پنجت شکلات ما لای این لباس ها میذاشتیم. به چه نیتی میذاشتیم؟ خودم اینجوری میگفتم، میگفتم رزمندهان تو بیابون تفنگ به دستشون، خسته کوفته، شاید چیزی گیرشون نیاد، اما یه شکلات ضعفشون رو برطرف میکنه. و من علاقه، شاید باورتون نشه، ولی علاقه عجیبی به شهدا دارم. خدا حفظتون بکنه. یالا خسته نباشید. چه میکنید؟ چیکار کردین؟ ببینم چطوریه. عینن مادر خوبه؟ عالی. آره دیگه عالیه. آره خیلی خوبه. آره یه ذره این سرنخا رو ببین الان این ببین نه نه اصلا کلا شکافته است. خب اینا چون میخوایم با یه طرز دوخت باشه، شماره چرخش یکی باشه برای نیش و پایه. خب این الان نیش و پایش یکم ریز یه ذره آره آره الان رو سه. خب شما اینو بزنید رو چهار. من همیشه کار گروهی کردم، یعنی کار تکروی اصلا نکردم، خوشم نمیاد، همیشه کار گروهی بوده. بعد رفتیم تو محله آسه تو مهد قرآن یه مجموعه تشکیل دادیم، ما اومدیم 100 نفر رو عضو کانون همیاری اجتماعی کردیم. ما کار کانونمون، کانون همیاری اجتماعیمون اینه که آموزش میدیم، هدفمند میکنیم، بعد تو خونه ها به کار میگیریم. بی بی ماه با اینکه نزدیکترین دوست خیلی از این آدم هاست، بهتر از هر کس دیگه بلده که چطور فاصلش رو باهاشون حفظ کنه، که چطور مثل یه باقمونه با تجربه عقب بیسته و با آدم ها اجازه بده که خودشون شکوفا بشن. بی بی ماه بهتر از هر کس دیگه میدونه که چینی عزت نفس آدم ها چقدر زود ترک بر میداره. چه میکنید شما؟ چی میدوزید؟ والا اینجا کارگاه خیاطی، لباس کار میدوزیم، مانتو میدوزیم، پالتو میدوزیم، این هرچی که خانم برمزاده بار بخوره؟ بیاره. بله هرچی که بیاره میدوزیم. اینم نکته ایه که بله. هرچی بیارن بتونید بدوزید. خب نمونه شه که بیارن بله میدوزیم. چند وقت اینجایی؟ من حدوداً 2 سال و نیم. 2 سال و نیم؟ بله. از بعد از مریضیم و شیمی درمانیم و اینا دیگه با آشنایی که از خانم اومدم اینجا با خانم برامزاده آشنا شدم و دیگه مونده بر اینجا. پس شما یه دوره درمانم پشت سر گذاشتید. به سلامت و سلامت. خداش الان که دیگه هیچ نکته ای نیست در مورد اون قضیه بیماری. والا یه دارو درمان میکنیم ولی خدا رو شکر دیگه اصلش رفت شد. خدا رو شکر. خدا رو شکر. قبلش خیاطی میکردی؟ نه در حد بخوای علاقه داشتید. آره. و به لحاظ درآمدی مؤثر بوده؟ خدا رو شکر بد نیست. یه جوری هست که بخوای حساب کنی بعد از یه عمر دستم تو جیب خودم. خب این خودش خیلی نکته مهمیه. خدا رو شکر. و قصد دارید توسعه بدید حتی بیشتر؟ والا اگه خدا بخواد بله. خانم برنامه‌زاده پیگیر هستن که برام یه چند تا چرخ بگیرن
که منم یه کارگاه کوچیکی تو خونه برای خودم داشته باشم. آره خیلی هم هستن که من الان مدت که اینجا میان و میرن دیدم که برای خودشون دارن کار میکنن، خیلی هم موفق. خیلی خوب، خیلی جالبه که پس شما یک برنامه توسعه هم دارید و تو این چند وقت آسته آسته داره اتفاقات جدید. اگه خدا بخواد آره خدا رو بشه. خب بعد این کارگاه رو میخواید بزنید یه کمی کار توسعه پیدا بکنه، این باعث نمیشه که کمتر به کارهای منزل و اینا برسید؟ نه خب من بخوای حساب کنی از صبح تا شب اینجا، ولی تو خونه باشم هر وقت وقت کنم هم به کارهای خونم میرسم هم به خیاطی. پیچش دست خودتونه. آره اینجوری دیگه بهتره، دیگه میدونم که یه کمی مثلا وقت مثلا میتونم روزش اگه کار داشته باشم کارامو انجام بدم، شب خیاطی کنم. خیلی یا کارامو مثلا همین ملک شب انجام میدم، نه مشکلی ندارم. خوب خدا رو شکر. این روزا کم کم دارم چم و خم سفر کردن با موتور رو یاد میگیرم. دست فرمونم حداقل به اعتراف بقیه اونقدر هم بد نیست، ولی هنوز یه چیز هست که باهاش کنار نیومدم. نمیدونم چطور بگم، ولی گاهی وقتا از اینکه تنها موتور سوار یه جاده شلوغ باشم معذب میشم. بعضی وقتا حتی از تنها موندن با فکرایی که مثل یه دریای طوفانی توی سرم موج برمی‌دارن وحشت میکنم. همه اینا یعنی اون بالایی گل ما موجودات دوپا رو یه جوری ورز داده که برعکس خودش با تنهایی راحت نباشی، که توی تنهایی حتی اگه همه چی خوب باشه باز حس کنیم یه جای کارمون میلنگه. کوباش خانم کجا قرار بریم؟ طبقه سوم یکی از عزیزانیه که تو مجموعه خودمونه و چرخ و وسیله تو خونش گذاشته داره کار میکنه. بله داره کار میکنه، شهر خیاسی داره و ما میخواییم کمکش بشه. البته سلام، سلامش بکنم با شما کار. یالا حالا شما سلامتی خوب هست؟ حاج خانم هم عضو هست؟ حاج خانم مربی قرآن از دوستان هست و کمک میکنن توی کانون؟ بله هستن. اینا همه هم یاران ما، همه همراه خدا را شد. من میگم اگر که از مادیات دنیا، از زر و برقای دنیا چیزی ندارم، ولی دوستای خیلی خوبی دارم، هم یاران خیلی خوبی. خوش به سعادت عزیزم، زنده باشی، با اجازه، سلامت باشی، خداحافظ. خب الان کجا باید بریم؟ از اینجا بریم. جمله بابا تنها درس مهم اون روز نبود. فهمیدم اگه داری یه چیزی رو یاد میگیری نباید اونقدر ترسو باشی که وحشتت از شکست خوردن تو را از پدال زدن منصرف کنه، و نه اونقدر تند بری که با اولین پیچ و خم مسیر زمین بخوری. قدم های اول رو بردار اما با احتیاط، اعتماد به نفس داشته باش اما محدودیت های خودت رو هم بشناس. ما مزاحمشون نشیم باش خانم. نشیم گفتم دختر کوچیکشونه. خیلی دوست داشته افتاد زده. یالا ببخش. یالا سلام، خسته نباشید. سلام، خوب هستی؟ سلامتی. پری خانو اینجا بشینی؟ تو که اومدی اینجا دیگه، همینجا راحت باش. چند سالتونه؟ یادت رفته؟ یادت رفته. 7 سال 6 سال؟ نه حالا اگه پیش ما بودم چه زبونی داشت؟ آره گفتن الان خونه رو تصاحب میکنه چند لحظه دیگه. 7 سال 6 سال مدیریت میکنه. همه میگن تو خیلی بازیگوشی. آره خودش هم قبول داره. دست بازیگوشی از پشت بسته. فاطمه به مامانش کمک میکنه؟ نه دیگه حرف راز از بچه بشنو. پریا کمک میکنه؟ نه 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 جدا مثلا چی کار میکنه؟ چه کمکی میکنه؟ کمکی من فاطمه چی کار میکنم؟ چایی میده. تو بحث تو خیاطی کمک میکنه؟ نه میخواستی بگی نه؟ آره نه جدی از خودتون دفاع کنید، 1 دقیقه فرصت دارین از خودتون دفاع کنید. وقتی یکی دارم که از من قشنگ خوب بلده دفاع کنم میگه دشمن میخوام. دشمن نشسته.
نه جدی، نه جدی، شما برنامه تون چیه؟ اصلا چرا رفتی خیاطی؟ این همه رشته. نه اصلا خانوم، خیلی از افراد هستن مثل فاطمه خانوم که نمیدونه میخواد چیکار کنه، حتی سن بالاتر 20 سال و 20 خورده ای سال رفته دانشگاه و نمیدونه میخواد چیکار کنه. اینکه الان یه فضای ایجاد شده که میدونه میخواد چیکار کنه، هدفش مشخصه. البته که اگه به اندازه کافی صبور باشی، بالاخره یه روزی قد تو هم مثل خانم سفری از سقف آرزوهات بلندتر میشه. بیا قیچی میخوان؟ بیا نزن میزنی؟ اینا راستش رو بزن. میگم که این کارگاهی که میگفتین همینه تو اتاق؟ اول تراس بود، کوچیک بود جامون، بعد تعداد چرخ‌ها که زیادتر شد دیگه ما اتاق رو اضافه کردیم، اون طرف رو کردیم اتاق. کم کم باید بیاد تو سالون. اتفاقا گفتم اگر کار باز شد دیگه تا بتونم یه مغازه بزنم دوباره مجبورم اون اتاق رو بزنم. پس حالا برای شروعش مهم نیست که حالا حتما بگیم حالا من باید بیرون یه مغازه داشته باشم، نمیدونم فرانجا داشته باشم، نه از خونم رو شروع میکنم، یه اتاق رو میکنم. اصلا عقل سالمی بهتر از اینه که از اتاق شروع کنی، از خونه شروع کنی، از مکان زندگی شروع کنی. من تابکارهایی داشتم قبلنا که الان خیلی کاراشون گسترش دادن، اینا قبلنا تو خونه کار میکردن، من خودم براشون کار میکردم تو خونه بودن. بعد دیگه خودم فکر کردم بهترین فرصت بهترینه که من این هزینه ها رو بابت پیشرفت کار و وسایلم بگیرم تا بعد بتونم اگر آدم دستش باز شده تونست کارش رو باز کنه، اون وقت میتونه بیرون یه مغازه یه جای برای خودش داشته باشه. خب خانم بهرام زاده، از سرکار خانم بگید برام. خانم سفری هم یکی از هسته‌های کارآفرین اجتماعی هستند که دغدغه خیلی زیادی داشتن که این کار هم خودشون شروع کنن، هم یه عده کنارشون به فعالیت برسن، کارآفرین بشن و خدا را شکر میبینیم که یه فضای خیلی زیبایی تو منزل خودشون ایجاد کردن و دارن کارآفرینی میکنن. ایولا دارن یه همچون خانمایی که هم کار خونه رو انجام میدن، هم به شوهرداری و بچه داریشون میرسن و هم در کنار کارهای روزمره خانواده دستشون تو جیب خودشون. بله. خودشون کارآفرینی میکنن و به اقتصاد خانواده کمک میکنن. بله. یه هنر بی نظیریه. واقعا همینطوره. من دیدم الان چند تا از لباسایی که خودتون دوختید و اینا، نمیدونستم، سوال کردم که گفتن آره از خودمونو. چه خوب. شما بگید چی شد اصلا؟ چند سالی که تو این فضا هستی دارید کار میکنی؟ من 12 سال دارم خیاطی میکنم، ولی خب از اون موقعی که با خانم بهرامزاده و مؤسسشون آشنا شدم و همزمان شد با دریافت وام و وام قرض الحسنه و چرخ تهیه کردم و ادامه دادم. واقعا این یه دغدغه بسیار مهمیه برای کسی که هنرش رو داشته باشه، عشق هنرش هم داشته باشه ولی ابزار نداشته باشه. بله. وقتی ابزار میاد تو دستش انگیزه بهتری بیشتری پیدا می‌کنه، فضای ذهنی بهتر، کارآفرینی بهتر میتونه ایجاد کنه هم خود برای خودش. بعد شما با کانون سرکار خانم آشنا شدی؟ من قبلش زاده و بعد از اون طریق بله از این طریق بله. یه مقایسه یا خانم سفری، یه مقایسه با اون چرخ معمولی و این چرخ‌های پیشرفته یه مقایسه بکن. اون موقع اگر یه دست لباس می‌دوختی الان چند برابر؟ نه اون موقع یه دست لباس رو چند روز می‌دوختی؟ نه اون موقع که با اون چرخ و اون تویی که داشتم نه 3-4 روز طول می‌کشید تا یه لباس رو بدوستم. الان تو یک روز تو یک روز دو دست لباس. الان تو این فرایند چند نفر آدم درگیر شدن؟ بله. آدمایی که حالا حامی هم شدن. بله. همدلی داشتن، کنار هم کمک کردن، اتفاق بساط ایجاد شده، سفره پهن شده. و الان هم بازم آدم های جدیدی قرار اضافه بشن و بازم بیشتر بشن. فقط انسان ها نیستن که یه مجموعه را تشکیل میدن، نه ذهن ها هم هستن، ایده ها هم هستن،
متوجه اینا همه با هم جمع میشن، مثلا من یه ایده دارم، ایشون یه ایده داره، دیگری یه ایده داره، این ایده رو جمع میکنیم، افکار همه رو جمع میکنیم. همین نکته مهمی ها، یعنی از کار اجرای افکار که متحد میشن ایده های مهمی ها، افکار ها وقتی متحد میشن با هم، این به نظرم کار ایدئالی میشه. خدا رو شکر. بی بی ماه زن ساده و بی آلایشی، اما شبیه بی بی ماه شدن اصلا کار ساده ای نیست. برای تبدیل شدن به همچین آدمی باید فلسفه خاص خودت رو برای نگاه کردن به جهان و آدمهاش داشته باشی، وگرنه با دو تا چارتاهای معمولی راه به جایی نمیبری. اونم فلسفه‌ای که نه از توی کتاب‌ها و فیلم‌ها، که از نفس کشیدن بین همین آدم‌ها ذره ذره جمعش کرده باشی. اینجا محل بی خانمان هاست، یکی اینجا میخوابه، یکی بریشه، این ور اون ور، غذایی باشد میاریم اونا، یکی بریشونه برشون غذا میارین؟ آره میاریم، غذا میاریم بهشون میدیم، شبا اینجا میخوابن، آتیش روشن میکنن، تو شهر راهشو نمیدن، میان اینجا میخوابن، بی خانمان هم کارتون خوابن، معتادن. آره معتادم هستن. بعضیاشون هستن. یعنی بعضیشون معتاد نیستن. بعضیاشون نیستن. جا ندارن. جا ندارن. آره. پس شما چه معتاد همی... باشه چه نباشه باش غذا میاری؟ آره من تو این پارکی که رفتیم همین الان کنار همین سرسرایی که رفتیم یه خانم با دو تا بچه 4-5 ماه اینجا زندگی میکرد. بعد دیگه رفتم یه خونه براش اجاره کردم و سر سامونش دادم، هنوزم تو اون خونه است. آها. یعنی که رفتم تو یه بنگاه گفتم میخوام برای خدا یه خونه کرایه کنم، همه بهم خندیدن. بعد یه جوونی که موهای ژل زده بود و شلوار تنگ پوشیده بود گفت من یه خونه دارم برای خدا میخوام بدم اجاره، اما دو تومن باید بدین که من اونی که تو خونه است بیرونش کنم. بعد 2 میلیون قرض کردم دادم، هنوز که هنوز خانم نشسته تو خونه. الان این که میایم به معتادا غذا میدین کار خوبیه؟ من به انسان غذا میدم، نه به معتاد، نه به بی خانمان. من به درمونده کمک میکنم، نه ای که خب، اینو شو قبول دارم، ولی اینکه حالا مثلا ممکنه کسی بگه که خب شما دارید به همین وضعیت فعلیش کمک میکنید دیگه. نه من شاید قبل از مبادم میکشم غذا ها که برام میاد، نه قبل از این که من توی وادیا برم شاید طرز فکرم مثل شما بود، اما وقتی که انسان به یه جایی میرسه که دیگه چی براش معنا نداره، هیچ براش معنا نداره، یعنی نه سرما، نه گرما، نه زیر انداز، نه رو انداز، خب اگه شکمش هم پر نشه دیگه مثلا. جورج اورول جایی توی کتاب آسوپاس در پاریس و لندن که اصلاً به اندازه قلعه حیواناتش معروف نیست، میگه وقتی برای یه مدت طولانی بین آدم‌های نیازمند باشی و باهاشون معاشرت کنی، کم کم کلمه‌هایی مثل خیابون خواب برات بی‌معنی میشن، چون فقط توی همچین شرایطیه که پرده‌های ساختگی اجتماع آروم آروم از جلوی چشمات برداشته میشه و میتونی اون گوهر انسانی مشترک رو بین خودت و اونها ببینی. تو متوجه بشی بین جایی که تو ایستادی و جایی که اونها ایستادن اونقدرها هم که فکرشو میکردی فاصله نیست. همین الان روبرو من نشسته، خب همین الان روبرو من نشسته، خب حق هم داره و برحال الان حساباشون رو بستن، درگیره، شب عیده، هر کاری میتونی، خب هر کاری میتونی. میدونی من اصلا، خودت میدونی که من توی بحث ها وارد نمیشم، ولی بحث آبروی یه خانواده است. این شوهرش یه آدم شاخصی بوده، خب یه آدم آبروداری، یه آدم مؤمنیه، خب حال زنه به هر حال سادگی کرد، دستتون درمه. پس من فردا ساعت 9 زنگ بهت میزنم. من به خودش دارم میگم فعلا هیچ کاری نکن، صبر کن تا ما ببینیم چی میشه. از روزی که با ترس و لرز اولین پدال هام رو زدم تا الان که با موتورم میزنم به دل جاده هایی که تجربهشون نکردم خیلی سال میگذره.
اما هنوزم وقتی میخوام سفرم رو شروع کنم رد انگشت های بابا رو روی کمرم حس میکنم، انگار که هنوزم مثل اون روز حواسش به من هست و هوامو داره. شک ندارم که همه این آدم ها هم اگه یه روزی به جایی برسن که خودشونم فکرشو نمی کردن، حضور بیبی ماهو توی تک تک لحظه هاشون حس میکنن، حضور زنی رو که بلد بود به اندازه کافی نزدیک باشه و به اندازه کافی عقب بیست. خیلی عالی، خیلی خوش آمدی. چند روزی خیلی خوش گذشت. سفر آخریتون نباشه، مرتب بیاین به ما سر بزنین. سلامت باشید. کم بود ولی مفید بود. البته که خیلی بهتون زحمت دادیم. فولاد شهر خیلی جای باحالیه. خیلی ممنونم. زنده باشین، سلامت باشین. ان شاء الله هر جا میرین سلامت باشین. سلامت باشین. ببخشید. رنج دیده را دوباره یه کلمه قصار رو اینا باید یاد داشت کنم چند روزه. رنج دیده را با عشق دیدن کار صاحب قرار است.